شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به قسط 25 برنامه سخنندل نخست وزیر هند نارین مودی موسوم به من کی بات. مترجمین و گویندگان نعیم الدین قریشی و محمود عالم ملک. هموطنان عزیز سلام. اکثر اوقات در برنامه من کی بات سوالات زیاد مطرح می شود. این بار من فکر کردم چیز مختلف بکنم. من از شما سوال خواهم کرد، شما باید به دقت سوال های من را گوش بکنید و پاسخ بدهید. چه کسی اول هند بود که یک مدال طلایی انفرادی را در المپیک نصیب خود ساخت؟ هند در کدام ورزشکاری تعداد اکثر مدال ها را برده است؟ کدام ورزشکار تعداد حد اکثر مدال ها را در المپیک نصیب خود ساخته است؟ دوستان گرامی، ممکن است شما پاسخ بدهید و یا ندهید، ولی با پاسخ دادن به معمای المپیک بر وبسایت مای گو شما می توانید جوایز متعدد را به دست بیاورید. بسیاری از سوالات مانند آن بر جاده معمای توکیو وجود دارند. شرکای معمای مذکور می توانند که چطور هند قبلا در مسابقات بازی کردن و اکنون برای مسابقات آینده المپیک توکیو چطور آماده می شوند. من از شما می خواهم به دیگران مطلع بسازید که در این مسابقه معما شرکت نمایند. دوستان عزیز، وقتی ما راجع به المپیک توکیو تذکر می کنیم، چطور کسی می تواند ورزشکار معروف هندی میلکا سنگھ را فراموش بکند؟ چند روز قبل نامبودے به علت بیماری کرونا به درود حیات گفت. وقتی نامبودے در بیمارستان بود، من فرصتی داشتم با او گفتگو بکنم. در اون وقت به او گفتم که شما در مسابقات المپیک سال 1964 نمایندگی هند کرده بودید. در این وقت که ورزشکاران ما برای مسابقات المپیک به توکیو می روند، شما باید مورالشان را بیفزایید. شاد روان این قدر پر جنب و جوش برای ورزش ها بود که نامبودے فوراً حتی در دوران بیماری خود به گفته من توافق نمود، ولی سرنوشت به او اجازه نداد. هنوز یاد دارم که در نامبودے در سال 2014 میلادی به شهر سورت آمد. ما در اون وقت مسابقات شب را افتتاح نمودیم. به خوبی می دانم که در اون وقت تمام خانواده میلکا سنگھ خود را به ورزش ها وقف ساخته بود و اینطور افتخار بزرگ را برای هند به وجود آورد. دوستان عزیز، وقتی تعهد اراده محکم و رویه ورزش با هم جمع می شوند، اون وقت یک ورزشکار به وجود می آید. در کشور ما اغلب ورزشکاران با شهرستان های کوچک و یا دهکده ها تعلق دارند. تیم ما که به توکیو می رود نیز دارای ورزشکاران نوع مذکور می باشد. وقتی شما راجع به پروین جادو می شنوید، شما اون نوع دشواری ها را یاد می کنید که نامبودے در زندگانی خود مشاهده نمود. پروین با یک دهکده ایالت مہاراشٹر تعلق دارد. نامبودے یک تیر انداز خیلی خوب هست. والدین او به حیث کارگران یک کارخانه کار می کنند و اکنون پسرشان برای مسابقه المپیک می رود. این امر نه فقط برایشان بلکه برای تمام کشور مایه افتخار می باشد. همونطور یک بازیکن دیگریست به نام نیها گویل. نیها یک عضو تیم هاکی زنان هست که به توکیو می رود. مادرش و خواهران او در یک کارخانه دوچرخه سازی کار می کنند. مانند نیها زندگانی دیپیکا کماری پر از مشکلات می باشد. پدر دیپیکا راننده اتو رکشا هست و مادرش پرستار می باشد. ببینید اکنون دیپیکا تنها تیر انداز زن از هند می باشد که در مسابقات توکیو شرکت می کند. ما برای موفقیت او دعا می کنیم. دوستان گرامی، وقتی ما در زندگانی خود سعی می کنیم به اوج کمال می رسیم، ولی ما احساس خود را در نگاه می داریم. احساس پیروزی بعد از مشکلات زیاد یک احساس نوع دیگری است. بازیکنان ما که به توکیو می روند در دوران طفلگیشان مواجه با کمبود پول و منابع دیگری بودند، ولی اونها
ان مشکلات را نادیده گرفتند و اکنون موفق شدند. زندگانی پرینکا گوسوامی از شهر مظفرنگر در ایالت اترپردیش برای ما سبق آموز می باشد. پدر پرینکا مسئول بلیت اتوبوس هست. در زمان کودکی پرینکا اون جعبه را به دست خود داشت که حاوی مدال های برندگان بود. با تشویق شدن از آن نامبود صحیح نمود که خودش مسابقه نماید. اکنون نامبود به حیث ورزشکار به توکیو می رود. شیوپال سنگ که در مسابقه نیزه اندازی شرکت نمود از شهر بنارس تعلق دارد. تمام خانواده شیوپال با این ورزش میل دارد. پدر و پدر برادرش و برادر او همهشان در بازی نیزه اندازی ماهر هستند. مثال چراغ شتی و مشارک او ساتویک سیراج که برای مسابقات المپیک می روند مایه افتخار می باشد. اخیراً پدر بزرگ او به علت بیماری کرونا فوت شده است. خود ساتویک در سال گذشته مبتلای بیماری کرونا شد، ولی باوجود این دشواری ها هر دویشان در مسابقات شرکت می کنند. می خواهم یک بازیکن دیگری را به شما معرفی سازم. منیش کوشک از شهر بیوانی در ایالت هریانه با یک خانواده کشاورزی تعلق دارد. در حال کار کردن در مزرعه در دوران کودکیش منیش بازی مشت‌زنی را پسند کرد. امروز همون شوق او را به مسابقات المپیک می برد. یک بازیکن دیگری است به نام تیوانی دیوی که از شهر چنائی تعلق دارد. نامبوده اولین بازیکن شمشیر باز هندی است که برای مسابقات المپیک توکیو می رود. دوستان عزیز، بسیاری از بازیکنان دیگری هستند که برای هند موجب افتخار می باشند، ولی در برنامه امروز من فقط راجع به چند نفر تذکر نمودم. هر بازیکن که به توکیو می رود در زندگانی خود مواجه با مشکلات مالی و دیگری شده است. اونها نه فقط برای خودشان بلکه برای کشور ما سعی می کنند. من به شما توصیه می کنم که این بازیکنان را زیر فشار قرار ندهید، بلکه از اونها تشویق نمایید. شما می توانید خواهشات نیک را به این بازیکنان و ورزشکاران به وسیله وبسایت Cheer for India بفرستید. اگر شما می خواهید کار دیگری بکنید، حتما اون را انجام بدهید. ما می توانیم با هم دیگر از بازیکنان خود تشویق نماییم. هموطنان من، جنگ ما علیه بیماری کرونا هنوز ادامه دارد، ولی در این جنگ ما توفیق شایانی را به دست آوردیم. فقط چند روز قبل کشور ما توفیق بزرگ را به دست آورد. در 21 ماه جاری ژوئن مرحله آینده واکسیناسیون آغاز شد و در اون روز کشور ما با واکسن زدن بیش از 8.9 میلیون نفر به طور مجانی توفیق بزرگ را به دست آورد. این واکسن های مجانی از طرف دولت هند فقط در یک روز به مردم داده شد. دوستان گرامی، یک سوال دوستان گرامی یک سال قبل سوالی مطرح شده بود که واکسین ضد بیماری کرونا کی خواهد آمد. امروز ما در هند به صدها هزاران نفر مردم واکسین مجانی را می دهیم. ما باید کوشش خود را ادامه بدهیم تا هر نفر هندی از واکسین استفاده نماید. در بسیاری از محلات برای رفع نمودن شک و شبهات مردم نسبت به واکسین، سازمان های متعدد اجتماعی وجود دارند که مردم را ترغیب می نمایند که از واکسن مذکور استفاده نمایند. ما باید به دهکده ها برویم و مردم را آماده سازیم خوراک واکسین را بگیرند. بیایید به یک دهکده ایالت مدھیہ پردیش دولاریا برویم. نخست وزیر: هلو راجیش، سلام. نخست وزیر: سلام راجیش، اسم من راجیش ہیراوی هست، من رئیس شورای دهکده هستم. نخست وزیر: جناب راجیش، به شما تلفن کردم تا بدانم که وضع بیماری کرونا در دهکده شما چطور هست. راجیش: جناب عالی، وضع کرونا در دهکده ما تحت کنترل می باشد، هیچ پریشانی وجود ندارد. نخست وزیر: اکنون مردم در دهکده شما بیمار نیستند؟ راجیش: بله بیمار نیستند. نخست وزیر: جمعیت دهکده شما چقدر هست؟ در دهکده ما 4024 مرد و 3032 زن زندگی می کنند. نخست وزیر: خوب راجیش، شما واکسین گرفتید؟ راجیش: نخیر جناب علی، تا به حال نگرفتم.
نخود وزیر چرا راجیش بعضی از مردم در دهکده ما سوء تفاهم را نسبت به واکسن دارند و آنها از گرفتن واکسن خودداری میکنند. نخود وزیر شما هم راجع به واکسن شک و شبهه دارید؟ راجیش بله جناب علی، تمام دهکده ما گمراه شده است. نخود وزیر از شما و برادران شما و خواهران شما در دهکده خواهش میکنم که این شک و شبهات را نسبت به واکسن رفع نمایند. راجیش بله نخست وزیر، در کشور ما بیش از 310 میلیون نفر هم اکنون واکسن را گرفتند. راجیش بله نخست وزیر، آیا می دانید خود من هر دو خوراک واکسن را گرفتم؟ راجیش بله جناب عالی. نخست وزیر مادرم تقریبا 100 سال دارد، او هم هر دو خوراک را گرفته است. بعضی اوقات چند نفر به علت گرفتن واکسن تب داشتند، ولی اون معمولی است، فقط برای چند ساعت می باشد، ولی نه گرفتن واکسن می تواند خطرناک ثابت بشود. راجیش بله جناب علی. نخست وزیر این تو شما خودتان و خانواده و تمام دهکده را در معرض خطر می اندازید. راجیش بله جناب علی. نخست وزیر شما باید هر چه زودتر که باشد واکسن بگیرید و تمام افراد دهکده را اطلاع بدهید که فوراً واکسن بگیرند که به طور مجانی از طرف دولت هند فراهم ساخته می شود. راجیش جناب علی، در دهکده ما چند نفر شایعات را در میان مردم نسبت به خطرناک بودن واکسن گستری داده اند، بدین سبب مردم از گرفتن واکسن پس و پیش می کنند. نخست وزیر افسوس امروزها تلویزیون وجود دارد، رادیو هست، باوجود آن مردم گرفتار شک و شبهات می شوند. باید به شما بگویم که در هند بسیاری دهکده ها وجود دارند که در آنجا تمام مردم واکسن گرفتند. در کشمیر در بخش باندی پورا مردم دهکده ویهان با هم تعهد بستند که 100% واکسن خواهند گرفت. من راجع به 3 دهکده در ایالت ناگالند هم اطلاع دارم که در آنجا 100% مردم واکسن گرفتند. راجیش بله جناب علی. نخست وزیر راجیش شما باید این امر را به همه مردم دهکده مخابره نمایید که تا اونها واکسن را بگیرند. به اونها بگویید که واکسن گیری فقط وسیله جلوگیری از گسترش مرض کرونا می باشد. راجیش بله جناب علی. نخست وزیر آیا شما این کار خواهید کرد؟ راجیش بله خواهم کرد. من خودم واکسن خواهم گرفت و به دیگران ترغیب خواهم نمود که واکسن را بگیرند. نخست وزیر خیلی خوب، آیا اونجا در دهکده شما کسی دیگری است که میتواند با من گفتگو بکند؟ راجیش بله جناب علی یک نفر است. نخست وزیر چه کسی است با من گفتگو بکند؟ کشوری لال هلو جناب علی سلام. نخست وزیر سلام، چه کسی است که گفتگو میکند؟ کشوری لال جناب علی اسم من کشوری لال دوری هست. نخست وزیر کشوری لال الان چند دقیقه قبل با راجیش گفتگو کردم که راجع به شک و شبهات مردم نسبت به واکسن شکایت می کرد. کشوری لال بله جناب عالی. نخست وزیر آیا شما نیز راجع به این نوع شک و شبهات در دهکده شنیده اید؟ کشوری لال بله جناب، من هم نسبت به این نوع شک و شبهات شنیدم. جناب عالی ایالت مہاراشٹر نزدیک به دهکده ما می باشد. بعضی مستگان ما که در اونجا زندگی میکنند این شایعات را مطرح بودند که بعد از گرفتن واکسن بسیاری از مردم فوت شدند، بسیاری هستند که به شدت بیمار شدند. نخست وزیر آنها چه میگویند؟ آیا میگویند که کرونا از بین رفته؟ کشوری لال جناب علی همونطور هست. نخست وزیر آیا آنها میگویند که به علت کرونا هیچ بیماری به وجود نمی آید؟ کشوری لال نخیر، آنها نمیگویند که کرونا از بین رفته، آنها میگویند که کرونا موجود هست ولی مردم که واکسن میگیرند بیمار میشوند و میمیرند. نخست وزیر خوب، نظریشان این میباشد که مردم به علت واکسن میمیرند. کشوری لال جناب عالی نایه ما یک نایه اشعه نشین میباشد، در این صورت مردم به آسانی مبتلای شک و شبهات میشوند، بدین سبب مردم فکر میکنند که گرفتن واکسن خطرناک است. نخست وزیر این مردم ها شایعات را همونطور گسترش خواهند داد. کشوری لال بله جناب علی. نخست وزیر ما باید زندگانی مردم را حفظ نماییم و از دهکده های خود تحفظ بکنیم. اگر کسی میگوید که کرونا از بین رفته، شما نباید مبتلای این شک و شبهات بشوید. کشوری لال بله جناب علی. نخست وزیر
این بیماری مانند یک بیماری فریب دهنده می باشد. کشوری لال بله جناب علی، نخست وزیر این بیماری شکل و صورت و رنگ خود را عوض می کند. کشوری لال بله جناب علی، نخست وزیر و برای حفظ نمودن خودمان از این بیماری ما دو طرق داریم. یکی از اون می باشد که به اصول و ضوابط کرونا پایبندی بکنیم، یعنی ماسک بپوشیم. کشوری لال بله آقا، نخست وزیر شما نباید به ترسید و باید ترس و بیم را همچنین از مردم از بین ببرید. کشوری لال بله آقا، آن برطرف خواهد شد. ترس و بیم همچنین از مردم از بین خواهد رفت. من خود این کار را انجام خواهم داد. نخست وزیر ببینید به شایعاتی هرگز توجه ندهید آقای کشوری لال. نخست وزیر شما می دانید که علوم دانان ما چه کار دشوار را برای ایجاد واکسین مذکور انجام داده اند. آقای کشوری لال بله آقا، نخست وزیر از سالها یہ متمادی چند علوم دان ارشد کار و کوشش نموده اند. همین علتی است که ما به علوم عقیده می داریم، علوم دانان را باور می کنیم. افراد متعدد واکسین گرفتن و هیچ چیزی یہ غیر مساعد رخ نداده. آقای کشوری لال، نخست وزیر ما باید خودشان را از شایعاتی محفوظ نگه داریم، روسیان را نجات بدهیم. آقای کشوری لال، نخست وزیر و آقای راجش، آقای کشوری لال به دوستان مانند شما من جدا تقاضا خواهم کرد که این توقف شایعاتی نه تنها در دهکده کی شما بلکه همچنین در روس تا های دیگر شان متوقف شود و به مردم بگویید شما باید با من تعامل کنید. کشوری لال بله آقا، نخست وزیر بے آنها بگویید، نام من را بے آنها بگویید. کشوری لال من بے آنها خواهم گفت و به مردم واضح خواهم کرد. نخست وزیر ببینید بہترین آردوی مرا بے سراسر دہکدہ خود برسانید. کشوری لال بلے آقا، نخست وزیر بے حرکت بگویید، ہر زمانی کے نوبت شان برسد. کشوری لال بلے، نخست وزیر حتمان واکسین شوید. کشوری لال حتمان آقا، نخست وزیر من متمائل خواہم بود بے زنان دہکدہ مادران و خواہران ما بگویم واکسین دا بگیرن. کشوری لال بلے آقا، نخست وزیر آنہائی را بیش از پیش در این کار شامل دارید و آنهایی را با خود شان فاران مرتبط سازید. کشوری لال بلے، نخست وزیر ہنگامی کے مادران و خواہران کسی چیزی را می گویند، مردم با آن بے صورت توافق می نمائیند. کشوری لال بلے، نخست وزیر آیا شما بے من آگاہی کامل خواہدات ہنگامی کے واکسیناسیون در دہکدہ شما بے تکمیل می رسد؟ کشوری لال بلے آگا، نخست وزیر حتما شما بے من آگاہی خواہدات. کشوری لال بلے، نخست وزیر بے بینید من منتظر نامہ شما ہفتم. کشوری لال بلے آگا، نخست وزیر بلے آقای راجیش، آقای کشور تشکر زیادی من فرصتی را برای گفتگو با شما داشتم. کشوری لال تشکر آقا، شما بے ما گفتگو نمودید، از شما نیز تشکر زیادی می کنم. دوستان، روزی این یک موضوع متعلقی برای جهان خواهد بود که در دوران این کرونا مردم دهکده هند بر برادران و خواهران عشایری جنگل نشین استعداد و تفاهمشان را نشان دادند. مردم دهکده مراکز قرنطینه را تاسیس نمودند، پروتکل کووید را بر طبق نیازمندی های محلی ساخته. مردم میں دهکده کسی را نگه نداشته که گرسنه بخواد و نگه داشتید که در مزار کار توقف یابد. دهکده ها همچنین این امر را تامین نمودند که شیر و سبزیجات به شہر ہائی نزدیکی فراہم شواد آنا خودشان و دیگران را محفوظ نگہ داشتن. ما باید همین کار را در مبارزه واکسیناسیون نیز انجام بدهیم. ما خود آگاہ باشیم و دیگران را نیز آگاہ سازیم. ہر شخص در دہکدہ باید واکسین بگیرد. این باید ہدفی برائیے ہمیں دہکدہ باشد. بے خاطر دارید کے بامن بے خصوص می خواہم بے شما بگویم، سوالی را از خود بپرسم. ہر کس می خواہد موفق باشد، اما برائیے موفقیت چے کلیدی وجود دارد. ما باید مسائی خود را ادامے بدہیم و پیروزی را بر کرونا ثبت نمائیم. ہم میہنان عزیز مان، اکنون فصل باران نیز در کشور واری شده است. ہنگامی کے ابرہا می بارد آن نہ تنہا برائیے ماس بلکہ ہمچنین برائیے نسلہائی آئندے می باشد. آب باران ہمچنین در زمین جمی شود، این ہمچنین ساتھ آب زمینی را پر می سازد. وہ ہمین علتیز کے من نگداری ابرہ بے عنوان یک شکل خدمت بے کشور تلقی می نمائیم. شما هم حتما دیده باشید اغلب ما این کار مقدس را به عنوان مسئولیت شان می گیرند. یک این چنین شخص سے صدا چند بارتی گروال اتراکھند می باشد.
آغا یہ بھارتی یک معلمت و او تعلیم و تربیت خیلی خوب را بے مردم از طریق کارهای خود اعتنا موده است. امروز در نتیجه یہ کار دشوار خود بحران آب بزرگ در ناحیه اخرین خال پاوری یہ گاروال خاتمه یافته است، جایی که مردم از انجا آب می گیرن. امروز یک تحیه مداوی میں آب در سراسر سال وجود دارد. دوستان، در تپه ها یک میتود مردمی یه نگیداری یه آب وجود دارد که چال خال خانده می شود. آقا یه بارتی چند میتود را مربوط به این سنت شامل داشته. به علت این نه تنها تپه های یه اوفرائن خال سبز شده، بلکه مسئله یاب به آشامیدنی یه مردم نیز حل و فصل گردید. شما متعجب خواهید بود که آقا یه بارتی 30,000 این چونین مغزن آبی را بنا کرده است. این کار ساختاری او حتی امروز ادامه می دارد و به مردم متعدد ملهم می سازد. دوستان، بطور همانندی مردم دهکده یه آنداو در بخش باندائی اتر پردیش یک کوشش ابدائی را به عمل آوردن، و یک اسم جالب توجه را به سلسله یه اقدامات شان کھیت کا پانی کھیت میں، آب مزرعه در مزرعه، آب دهکده در دهکده گذاشته ان. تحت این مبارزه صدها یه بلند در چندین بیگه زمین بلند شده. در نتیجه یه آب به باران در مزرعه جمع می شود و در زمین جذب می شود. اکنون این مردم در نظر دارند. درختان را روی صدها یه مزرعه ها به نهند. اکنون کشاورزان همه سهرا یعنی آب، درختان و پول را خواهند گرفت. دوستان، با الهام گرفتن از همه این مسائل ما همچنین می توانیم در اطراف خود نگه بداریم. ما باید تا جایی که ان ممکن باشد نگه بداریم. ما نباید مدت قاطعی فصل باران را از دست بدهیم. هم میهنان عزیز من، در کتاب مقدس ما گفته شده است: ناستی معلوم انو شادم. این که هیچ این چنین درخت روی زمین وجود نمی دارد که صفات دارویی را نداشته باشد. این چنین درخت های متعدد و گیاها در اطراف ما وجود دارند که صفات شگفت انگیز دارند، اما اغلب اوقات ما حتی درباره آنها آگاهی نمی داریم. برادر پاروتوش، دوست از نائنیتال، همچنین نامی را راجع به همین موضوع فرستاده است. وی نوشته است که او درباره صفات داروی شگفت انگیز گلو و چند درخت دیگری تنها پس از شیوع یافتن کرونا آگاهی یافت. پاروتوش همچنین از من جدن خواست با همه شنوندگان نه سخن دل بگویم که ما باید درباره گیاهان در اطراف ما آگاهی را بیاریم و همچنین بی دیگران برسانیم. در واقع این میراث قرنها قدیم ماست که آن را ما باید محفوظ نگه بداریم. در این جهت آقای رام تولان خوشواها، یک دوست از ستنائی مادھیہ پردیش، یک کار قابل ستائش را انجام داده است. آقای رام لوتان یک موزه گیاهان داخلی را در مزرعه خود ساخته. در موزه خود وی صدها گیاه و بذرهای دارویی را جمع کرده است و او آن را از مناطق دور افتاده اینجا آورده است. گذشته دین وی همچنین چند نوع سبزی را هر سال تولید می نماید. مردم از این باغ و از این موضع آقای رام لوتان دیدن می کنند و از آن چیزی بسیار زیادی را می گیرند. در واقع این یک تجربه بسیار خوب است که می توان در مناطق مختلف کشور تکرار شد. من متمایل خواهم بود آنهایی که می توانند این چنین کوشش را به عمل بیاورند باید به سوگیان صحیح نمایند. این می تواند منابع تازه درآمد را برای شما باز کند. سود دیگری این خواهد بود که هویت ناحیه شما از راه گیاهای داروی محلی توافق گستردهی را به دست خواهد آورد. همیانان عزیزم، چند روز پیش از اکنون ما در تاریخ یکم ماه ژوئیه روز پزشکان ملی را برگزار خواهیم کرد. این روز به سالروز تولد پزشک بزرگ و سیاست مدار کشور دکتر بی سی رائے اختصاص داده شده است. ما همه برای سهم پزشکان در زمان کرونا سپاس گزار هستیم. پزشکان ما بدون مراقبت زندگانیشان خدمت نمودهاند. بنابراین این بار در اطراف روز پزشکان ملی این یک رویداد مخصوصی تر می گردد.
دوستان بے قرات یقی محترم ترین شخصہ در جہان نے دارو گفتگو ہر زمانی کے ہنر پزشکی دور داشتے می شود ہمچنین یک عشق بشریت وجود دارد پزشکان قادر بے خدمت مان با نیروی این عشق زیادی می بچن برامرین این وظیفہ یہ مانس از آنها با یک اقدام مساوی محبت تشکر نمائیم و بے آنها تشویق بدہیم بہرحال در این کشور چند نفر وجود دارن برای کمک به پزشکان جلو آمده و کار کردن من این جنین کوشش را از سری نگر بے آگاہی دارم اینجا یک سرویس آمبولانس سے فائق می باشد که در دریاچہ دل شروع شده بود این سرویس توسط طارق احمد پاترو سری نگر شروع شده بود که یک مالی کے خانہ یہ قائقی است و خود ہم جنین با کووید 19 جنگ کرد و این کار بے او برائی آغاز یک سرویس ایمبولانس الہام بخشید یک مبارز ہم جنین در حال جریان است کے مردم را با این سرویس ایمبولانس آگاہی ساختے شود و اعلامیہ یہ مداوم ایمبولانس توسط او انجام دادے می شود تلاش این است کے مردم باید یک ماسک را بے پوشند و ہم جنین احتیاط ہے یہ لازمی دیگر را بے عہدے گیرن دوستان ہمراہ با روز پزشکان روز حساب داران خبریں نیز در تاریخ یکم ماہ جویے برگزار می گردد چند سال پیش من از شرکت ہے یہ حساب رسی یہ ہند ست جہانی بے عروان ہویدہ از حساب داران خبریں کشور تقاضا نمود امروز من می خواهم به خاطر انهایی بیارم حساب داران خبره می توانند یک نقش قابل ستایش و مثبت را در ایجاد فرانمایی به اقتصاد ایفا نمایند من بهترین آرزوی خود را به همه حساب داران خبره و اعضای خانواده ایشان ابراز می نمایم ہم میہنان عزیزم ہم جنین یک مشخص یہ بزرگ جنگ ہند علیہ کرونا وجود دارد ہر شخص کشور نقش شنڈا در این جنگ ایفا نمودی من بارہا درباریان در سخن دل صحبت کردم اما بعضی مردم ہمیشہ شکایت می کنن کہ دربارہ یہ آنہا بحث و مباحثہ زیادی بے عملی آمد ایاس اغلب آنا آیا کارمندان بانکی تجار کوچک و مغازے داران مردم کے در مغازے ہا کار می کنن فروشندگان خیابونی نگہ بانان امنیت پوستچیان و کارمندان پوست خانے می باشند در واقع این فہرست بسیار طولانی و ہر کس نقش خود را ایفا نمودے است افراد متعدد بدولت و حیات اداری بے سطوح مختلف شامل بودے ہیں دوستان شما شاید اس میں گرو پرشاد مہاپاترا را شنیدے شدے باشید کے معاون کل دولت ہند است امروز در من کی بات من می خواهم نیز درباره او سخن بگویم آقای گرو پرساد با کرونا تشخیص داده شده و در بیمارستان بستری شده بود و باز هم در عین حال وظایف رسمی خود را انجام می داد از طرف دیگر و جنگ خود را به طور همزمان در جبهه مختلف ادامه داشته و در دوران بیماری خود کار را متوقف نساخت او ترتیباتی را برای فراہمی گاز آکسیجن به مردم کشور بدون در نظر گرفتن خود روی بستر بیمارستان ادامه داد برای ہمیں این بسیار تاسف آور است کہ کشور ہمچنین این کرم یوگی را از دست داده است کرونا او را از ما ربوده است افراد لامحدود وجود دارند که هیچ وقت مورد بحث و بررسی قرار نہ گرفته شدند تجلیل ما از ہر این چنین نفر این خواهد بود که ما به طور کامل از پروتکل کووید دنبال کنیم و واکسین را میگیریم ہم میهنان عظیم بہترین نحوائی دربارہ یہ سخن دل این می باشد کہ ہمیں شما بیشتر از من سہم دادید من یک لیس را روی ایپ مائی گو توسط تھیرو آر گرو پرساد از چنائی دیدم شما ہم بعد دانستان این امر کے او چے نوشتے از خورسند خواہید بود پہ نوشتے از کہ او یک شنوندہ یہ دائمی یہ برنامہ یہ سخن دل است من چندین خطوط را از پوست گرو پرساد نقل می کنم او نوشته از هنگامی که شما درباره یه تامل نادو تکلم می کنید علاقمندی من حتی بیشتر از زایش می آباد شما عظمت زبان تامل و فرهنگ تامل جشنواره های یه تامل نادو و محلات بزرگ در تامل نادو را بررسی نموده اید گرو پرساد مضافان می نویسد در سخن دل شما چندین بار درباره یه موافقت های مردم قابل
تامل نادو سخن ران دہید ہمین الدیث من یک ای بکرا با جماوری یہ ہمیان کے شما دربارہ یہ تامل نادو در سخن دل صحبت کر دے تہیے نمودم آیا شما چیزی را دربارہ یہ این ای بک خواہد گفت وہ ہم چنین آن را روی یہ ایپ نامو منتشیر خواہد کرد من یک نامہ یہ گرو پرساد را برائیے شما قراتمی کنم من با قرات نمودن این پوست شما خیری خورسند می باشیم من یک تحسین کنند یہ بزرگ فرہنگ تعمیل ہستم من یک تحسین کنند یہ بزرگ تعمیل قدیم ترین زبان در جہان ہستم دوستان ہر کدام از ہندیان باید احساس تفاخر نمایت کے قدیم ترین زبان باستانی جہان با کشور من تعلق دارد من برسر زبان تامل احساس تفاخر می نمایم آغای گروہ پرساد این کوشش شما موجب یک بصیرت جدید برائے من خواہد بود ہنگامی کے من در من کی بات بے شما مخاطبم من سخنرانی خود را بے طور سادے اظہار می دارم من نداشت دانستم این حتی یک جز و یک عنصر این است ہنگامی کے شما ہمیں یہ سخن رانی یہ قدیمی یہ مان را گرد آوری خواہد نمود من آن را نہ یک بار بلکہ دو بار قرات می نمایم آغای گرو پرساد من حتمان آن کتاب تن را کہ برو یہ ایپ نامو وجود دارد خواہم یافت خواہشات نیک من برائیے مسائیے آئندہ شما ہم وطنان عزیزم من امرو دربارہ یہ مشکلاتی وہ احتیاط ہائی مربوط بے ویروس سے کورونا سخنرانی نمودن و ادعی از دس آورد ہائی ہند و ہم وطنان عزیزم را مورد بحث و بررسی قرار دادم اکنون یک فرصت بزرگ دیگر برای یہ مان نیز وجود دارد پانچ دوہوں میں اوت نیز ان قریب است امرت مہا اتسو یعنی جشن ہفتہ تو بن سالہ یہ حضور استقلال ہند یک سر چشمہ الہام بزرگ برائے مان می بشد مابایا زندگی کردن برائے یہ کشور مان را بے آموزیم مبارزہ آزادی ہند داستان کسانیز کے جانے خدرا پر این کشور نثار نمودے مہت من باید زمان ماباد استقلال را مبدل بے یک داستان کسانی بے نمائیم کے برائے بہبودی یہ کشور مان زندگی می نمائین ہند اول باید کلید مان بودے باشد ہر کدام تصمیم مان باید ممنی بار ہمین کلید ارجعیت اول بے ہند بودے ہست دوستان عزیز کشور مان بازی از آداف تجمعی را در این امرت مہا اتسو یعنی جشن 75 سالہ استقلال ہند را نیز تعین نمودے ہست درست مانندیان ماہ حتمن بایا تاریخ نسبت بے مبارزین آزادی مان را از طریق بے یاد آوردن آنہا احیا نمائیم شما بے یاد خواہد آورد کہ من در برنامہ یہ سخن دل از نوجوانان تقاضا نمودم کہ راجے بے مبارزین آزادی ہند پدوہیش بے کنند و تاریخ مبارزہ آزادی را بے نویسند انگیزہ یہ من این بودے کہ دانی جویان جوان سال بے من بے جلو بھی آئین طرز فکر جوان و افکار جوان باید تفاوق را بے دست بیارن قلم جوان سالانم باید با انرجی جدید تاریخ مبارزہ آزادی ہند را بے نویسد ما با مشاہدہ این امر احساس شادمانی زیادی می کنیم کہ در مدت بسیار کوتاہ بیش از 2500 نفر از نوجوانان برائی انجام دادن انکار بے جلو آمدے ہیں دوستان چیزی کے جالب توجہ است آن انس مبارزہ قرن 19 و 20 میلادی عموماً راج بیان صحبت می نمایت اما این یک قضیہ علاق مندیس کے نوجوانان کے در قرن 21 متولد بر و برابر دے شدے مشتاق بے بردن تعریف مبارزہ آزادی یہ قرن 19 و 20 بے جبہ مقدم می بچن ہمیں یہ ان مردم تفصیلات کامل را برو یہ ویب سائٹ مائی گو گزار آنہا راجب مبارزہ آزادی ہند بے زبان ہائی مختلف ہند کشور مانند ہند انگلیسی تامل کنادا بنگالی تیلگو مراتی ملیالم و گجراتی خواہن نوشت بازی اتنا مرتبط با مبارزہ آزادی گرداوری اطلاع دربارہ یہ محالات دور و بریشان می بشن درحالی کے بازیہ کتابی را دربارہ یہ مبارزین شاعرین آزادی ہند می نویسن این یک آغاز خوب است من از ہمیں یہ شما خاص آرم کہ شما بے ہر طوری کے می توانید بے امرت مہا اتسو بے پیوندید این خوشبختی ماس کے ماں شاہد این فیسٹیوال 75 سالہ یہ استقلال مان ہستیم از این رو ما در آئندے دربارہ یہ برنامہ من کی بات یعنی سخن دن ملاقات خواہم نمود و ما راجے بے آماد کیا برائے امرت مہا اتسو سخن بیشتری خواہم ران
من خواہان سلامتی و تندرستی شما هستم و دنبال نمودن اصول و ضوابط مربوط به ویروس کرونا به جلو بروید و با تلاش های جدید تان به کشور تان قوه حرکت آنی فراهم نمایید. با خواهشات نیک بسیار متشکرم.